السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة افغان كوكين اشپزی افغانی خودتان خوش آمدین. امروز براتان طرز مواظبت و طرز سمنک انداختن براتان نشان میدم. خدا کنه که خوشتان بیاد تا آخر ما را ببینین. نوتش را براتان گذاشتیم، فعلا بر ما همی اندازه که خودم آماده ساختیم. 1 کیلو 600 گرام گندم گرفتیم، شوشتیم پاک سترا و در آب سرد تر میکنیم. مدت 24 ساعت میگذاریم شکه خوب آب جذب کنه و بعد از 24 ساعت آبش دور میکنیم. با آب سرد یک آبکش میکنیم و گندم را در دو دانه پتنوس تقسیم میکنیم. البته شما میتونید در 3 دانه پتنوس تقسیم کنین، چون من میفهمم که چه قسم مواظبت کنم از گندمی که به حساب دبل باشه، به او خاطر به ما آسان است. و سرش یک تکی داکه را تر کدم میگذاریم. البته برای حالا چون شب است تا صبح میگذاریم به میشکل. در جریان روز البته مواظبت ما بسیار زیاد است، به خاطر که روز اکثرا گرمی است. با سر بوتله به حساب با سوزن سرخ سرخ کردیم. البته سوزن در آتش گذاشتم، کمک داغ شد سرش به این شکل. به حساب یک فش فشک خودم آماده ساختیم. البته سرش ارده قطر کده میریم، 24 ساعت میگذاریم. بعد از 24 ساعت تکی داکر اثرش دور میکنیم. البته 24 ساعت گندمه تر کرده در آب گذاشتیم، بعد از صاف کردیم 24 ساعت گذاشتیم تک اثرش تکی داکر. البته تر میکردیم، هر 2 ساعت تر میکردیم که سمنک های ما خشک نشه. البته در جریان روز تر میکردیم، در جریان شب همطور میگذاشتیم. دیگه حالا 24 ساعت گذشت، سمنک ها را میبینین کمک نیش زده به حساب سبزیش، کمک قسمی که میبینین رسیده. بعد از 24 ساعت تکی داکه را دور میکنیم و دیگه بر ما تکی داکه ضرورت نیست، آزاد میگذاریم سمنک ها را بدون تکه. و به این شکل که من آب میدم به حساب آب پشک گرفتیم، به این شکل جور کردیم. بوتل خوب است به خاطر که آب تیز میره و در هر قسمت گندم تماس میکنه. بعد از اینکه آب میدیم، البته 1 لیتر آب هر دفعه در پتنوس 1 لیتر آب سرد میدیم. بعد از اینکه همه گندم تر شد آبش صاف میکنیم و در جریان 2 ساعت به این شکل کمک کمک آب در رویش انداخته میریم تا که امی 1 لیتر جمع شد و بعد از اینکه جمع شد با صافش میکنیم. البته مواظبت سمنک بسیار کار است که برای کسایی که دوست دارن آسان و برای کسایی که نو هستن یک کم تنبلیشان می مشکل است. اگر شما یک کمک مواظبت جدی بکنین هیچ وقت سمنکتان خراب نمیه، پوپنک نمیزنه و بوی نمیگیره، چون که ما هر 2 ساعت 3 ساعت آب میدیم. یکان دوستا میگن که شیرنیش کم میشه، یه پا نه نخیر، برعکس شیرینتر و بیتر میه، چون که ای کار ما باعث میشه امی چسبوکی سمنک از بین بره و پوپنک نزنه و آب تازه همیشه داشته باشه. به می خاطر است تقریبا مدت 15 سال 16 سال من سمنک مندازم. البته من به می شکل مواظبت می کنم و سمنک ها بیتر بیتر می خراب نی. شما بسیار بجرد امی دستور که من براتان دادیم، انشالله اگر عمل بکنین به می دستور سمنک هایتان بیترین می هم. من براتان گذاشتیم مثلا هر روز که گذشته ما براتان نوت گذاشتیم که روز اول، روز دوم، سوم تا روز پنجم براتان نوت گذاشتیم که چه قسم به حساب میرسه و به چی اندازش میشه. براتان امر در فلم یادداشت گذاشتیم. اوقدر کار مشکل نیست، انشالله همه ایتان میتونین بسیار با جرات به حساب گندم بگیرین و قسمی که ما آماده ساختیم شما آماده بسازین. نتیجه کار انشالله بسیار زیاد خوب و مؤثر می باشه.
البته سالاد سمنک هم است که انشالله در آینده برتان درست میکنم که بسیار مقوی است و مفاد بی انداز است. زیادتر در این طرف ها اکثرا زیادتر سالادش میخورن، سمنک کس قدر بلد نیست سالادش آماده میسوزن. انشالله از جوانی گندم است که برتان باز در آینده ویدیوش آماده میسوزم. امروز روز چهارم است که 6 صبح است. البته بعد از نماز صبح اکثرا ما آجل فورا آب میتم سمنکارا و آبش تبدیل میکنم به خاطر که شروع صبح است که آب تازه بگیرن. به حساب مواظبت بسیار جدی در کار داره. قسمی که میبینین از نزدیک برتون هر بار نشان میدم که چقدر سبز کرده و خود گندم چقدر تغییرات آمده و همچنان آب دادنش برتون ثبت کردیم به خاطر که کدام اشتباه صورت نگیره. به می شکل که من آب میتم شما همچنان آب بدین. البته من یک بار آب میتم 1 لیتر آب بعد از صاف میکنم. قسمی که میبینین که امی گندم به کلی آب کش شوه. باز بعد از این که گذاشتم 1 ساعت بعدش بازم آب میتم به خاطر که زیاد آب نمیتم، البته کمک کمک در رویش آب میریزم به خاطر که تازه نگاه شوه و خشک نشه روی سمنک، چون ریشگکاش قسمی که میبینین در بالا هستک، این ریشا در پایین نیست که اوجه آب باشه، به خاطر نیاز است که از بالا آب پاش بتیم تا اینا تر باقی بمانند. و امروز هم امی فعلا امروز چهارم است که ساعت 6 بجه است. 6 صبح برتان نشان دادم، حالا 6 شام برتان نشان میدم چقدر از 6 صبح تا 6 شام چقدر سبز کرده، یعنی قد سمنک کمک بلند شده و امی دنبگک هایی که در پایین است خوب ماشاءالله زیاد شده. اصلا شیرنی سمنک دمی دنبه از دنبگک های سفیده که در پایین به حساب جمع میشه. بازم آبیاری میکنیم سمنک خدا به این شکل. البته از این بوتلا در خانه هم عزیزان ما هستک، خودتون توسط سوزن ایره سرخ سرخ کنین و براتون یک به حساب فشفشک میگن یا هرچی که میگن آماده بسازین و گندمکایتان آبیاری بسازین. کار بسیار ساده است. اگر من از داشتم از او دگه بوتلکو، اما او به حساب کار ما نیست چون که بسیار سرعت آب در او کم است. قسمی که ما خود ما بوتل جور میکنیم سرعت آب بسیار به تیزی میره و تمام گندما را تر میکنه، به او خاطر ای وریان بیتر است که استفاده کنیم. بازم از نزدیک برتون ریشه های گندم نشان میتم که به حساب وطنی دنبه میگن دنبگک های گندم است. حال خوب صحیح از نزدیک نشان دادم، بسیار یک ریشی پاک و ستره و سفید ماشاءالله آمده و خود گندمک هم خوب ماشاءالله رسیده، به خاطر که اگر گل باشه اگر سمنک باشه همیشان به یک مواظبت خاص نیاز دارن. اگر که واقعا از تای قلب ما شما مواظبت کنیم میتونیم بسیار زیاد یک سمنک خوشمزه و پر ویتامین بر خود درست کنیم انشاءالله. و همچنان آل ادامه فیلم میبینین که بازم از نزدیک براتون نشان میدم چند ساعت بعد استک. البته این روز بعدیش استک، ببخشید اشتباه کردم، روز بعدی استک. قسمی که میبینین همین ریشگکایش براتون نشان میدم از نزدیک که چقدر صاف و پاک استک. یک تعداد عزیزان ما سمنک درست میکنن، اکثرا بسیاری جایی که ما نوش جان میکنیم
پوپانک بوی میته یا یک قسم کونه بوی میته، ای کلش به خاطر است که اینا مواظبت درست نکردن در وقتی که زمانه که تر کردن. قسمی که میبینین از ما برتون نزدیک نشان میتم، امی ریشگک های زمانه که هیچ دیویی و یا ای که پوپانک گپا دیش دیده نمیشه. برای عزیزان ما که دوست دارن سمنک اومده بسازن و این فیلم برای علاقه مندان سمنک تهیه کردم، به خاطر که بتونن به شکل درستش ایر استفاده کنن. این قسمی که ما استفاده میکنم البته این طرز است که ما خودم آماده ساختیم، البته از دل خودم است. هستن عزیزان ما که به شکل های دیگه درست میکنن، اما این شکل که ما درست میکنم این بهترین است، بخصوص برای کسایی که نو آغاز میکنن و دوست دارن که چه قسم مواظبتش به حساب یاد بگیرن و برای خود آماده بسازن. خدا کنه که این ویدیویی که براتون درست کردیم یک به حساب به درد بخور باشه و بتونین که شما این سمنک شیرین نازنین درست بسازین، و بعد از اینکه درست میکنین کامنتای زیبایتان بنویسین و امی به حساب نظرهایتان و پیشنهاداتتان با ما شریک بسازین تا که ما هم خوش شوام، بفهمم که این زحمت هایی که میکشم انشالله که بناحق نیست، یعنی به درد عزیزان ما میخوره. و قسمی که حالا میبینین بازم از نزدیک برتون نشان دادم، سمنک اگر بسیار زیاد هم برسه اندازیش از این کده بلندتر شوه مثل علف میشه دیگه، باز همو شیرنی خود از دست میته. به او خاطر کوشش نکنیم که سمنک بسیار دیر نگاه کنیم که علف نشه. قسمی که میبینین آل شیر است دیگه، شیری سمنک است دیگه، آل روز پنجمش است دیگه. البته از نزدیک برتان نشان میتم آل روز است دیگه، در روز اکثر فلم برداری بیتر خوبتر میایه. فعلا دیگه بخیر ایره روز پنجم یعنی آمادی پختن است دیگه از سمنک که ما آماده کردیم. بسیار زیاد نماندمش که برسه، بخاطر که اگر علف شه و باز مدتشم زیاد میشه، یعنی هر قدر دیر نگاه شه و هر قدر خطر خراب شدن سمنک است. از خاطر بیتر است همین 4-5 روز که میگذره، در روزای گرمی حتی در 4 روز میرسه سمنک، چون این طرف ها هوا سرد است یکم دیرتر رسید 5 روز. و قسمی که میبینین خوب سعی آماده است، علفش نگذاشتیم زیاد شوه، البته فعلا امروی امی به حساب امی قدش که میبینین به می اندازه که است، به می اندازه ما ایره پخته میکنیم، قیچی برش نمیکنیم. اگر اندازی سمنک از ایکده بیشتر شوه، مثلا امکان داره 4 سانتی باشه، من اندازه نکردم ببخشین، اگر 4 سانتی بود، باز از 4 سانتی بیشتر بود یا 3 سانتی، شما میتونین برش بزنین و دور کنین به حساب امی علفک های روی سمنک. اگر قدش به می اندازه 3-4 سانتی بود، شما هیچ برش نزنین، به می شکل از ماشین میکشیم و درست میکنیم. انشاءالله در ویدیوی بعدی طرز پختن سمنک براتون آموزش میدم. خدا کنه که به دردتون بخوره این ویدیو، خوشتون آمده باشه. اگر خوشتون آمده لایک سابسکرایب فراموش نکنید، با دوستای نازنینتون شیر بسازین. تا ویدیوی بعدی شما رو بلای مهربان بسپارم. خدا حافظتون.